زیاد توجه به دوربین نکنید اصلا خدمتشان رو بشید هم خدمتون که من حسین برمکی هستم در اصل نسید که من قبلا با صدا و سیمای ایران به شکل محقق کار میکردم یعنی کار تحقیق برشون انجام میدادم گروهایی که میرفتم خارج از ایران به حالت که چون مشکل زبان انگلیسی توی مملکت خیلی جدی هست چون خیلی زبان نمیدونن چون من مقدار انگلیسی میدونستم دوستان اونجا همیشه من میگفتن خب تو بیا یه منابع رو تو ترجمه کن یا تو بنویس بخصوص در مورد یه سفری که ما دانشجویان ایرانی رو بردیم اروپا ببخشید داشت ایرانی یه رفتم دوباره رفتم فرانسه از طریق دانشگاه امام صادق که مقدار اونجا کمک میکردن دفعه دوم مثل دانشجوی دانشگاه تهران که رفتیم سوریه و ترکیه یه سری کار تاییدش من انجام بودم و با گروه رفتم و اومدم بعد جالب شد خیلی فیلم میفته الو آقا من دارم صحبت چی دارم ظرف میکنم آدرس دادم بهش بیاین تو دوربین همراه بشه نوا رو بگیر بیار بالا طبقه چهارم ما نشستیم داریم میگیریم فیلم الان یه ذره پیاده شو بچرخیم پیداش میکنی یا نه بعد بیا خیلی خوب دیگه دوباره تلفن نکن چون دارم صحبت میکنم ضبط میکنم تو سگو پیداش کنی بیاین خداحافظ بله طبقه چهارم اتاق سمینار خداحافظ ببخشید این دفعه فرصتی پیش اومد که تلویزیون ایران جاش هست چیز کنم که یه بار کلوزآپ کنم پروفسور چند سال ایران تشریف داری؟ یه هفته است یه هفته بله من سابق اینجا زمین بودم حدود 8 سال بودم 8 سال جمعه خب آقای دکتر از 30 سال قبل من با کشور شما آشنا شما شاید هنوز در این دنیا نبودید نه فقط وسطش یه نگاه بون بکنید یه ذره فقط بعضی جا کلوزآپ بکنید آقای دکتر عجله بیاری کوچیکش خب بزه با این دوربینم نه برداشت میخوام اینو میخوام مونتاژ کنم تو بعضی سکشن این به عنوان چیز پشت صحنه است شهر میدوق بیا ببخش به خودت بشین قشنگ اینجا که تو این وایدشه بله جلو اینترزه آره فقط فقط خیلی کلوزآپ نکنین یکی دو بار فقط کلوزآپ کنین بعد بکشین عقب همینجوری که ما الان گوشه بشینه معلوم میشم باش. من با دکتر صحبت میکنم که اونو علیرضا درستش کنه الان رکورد کردن بله داره رکورد میکنه بذار بکنم عرض خدمت شما که من بک‌گراند اون دکتر رو کنم تو عکسه آره هوله ها رو بردارید جمعون رو نه البته آقای دکتر درست جلوشه درست نمیره جلوشه آخه من میخوام آره تو که بخواهی بگیری باید فکرم اونو برش داری تو کنی بوله ها رو در بزنی پوشت بزنی تایی بکنی بس آره خوب بگیری بفهم باید تو خواهش میکنم ببخش ببخش این باید کنی داری میگیر خودتر استفاده بکنی من تو با همین میگیریم من با همین میگیرم تا بچه شروع بکنم ادامه شما چیز بکنم اول اینکه به خودتون معرفی رو فرمایید و اینکه اصلا چند وقت با ایران آشنا هستید چیکار کردید با ایران من الان 31 سال تقریبا که با ایران آشنا شدم در نوبت‌های مختلف به این کشور آمدم نوبت اول در انجمن فرانسه اون زمان معلم زبان بودم دو سال که از همین موقع من به زبان فارسی علاقه پیدا کردم و زبان فارسی برای من زبان شعر دوستی که درس فارسی به من میداد بهش گفته بودم که میخوام شعر فارسی بتونم بخونم بعد از دو سال میتونم بگم که تیکه هایی از شاهنامه یا از گلستان سعدی با هم میخوندیم و لذت میبردم هم از زبان فارسی، از ادبیات فارسی و معاشرتی که با ایرانی ها داشتم باعث شد که دوستان زیادی اینجا جا گذاشتم و بعد از اون وقتی به اروپا برگشتم به جای اینکه ادامه تحصیل در رشته فلسفه بدم تصمیم گرفتم که زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی هم یاد بگیرم و در شرق شناسی به اصطلاح ادامه تحصیل بدم. بسیار جالب. وقتی که حالا این حالت که زبان فارسی پیدا کرد، که واقعا خیلی
با علاقه بسیار شما علاقه به زبان بود. تو زبان فارسی چی دیدین که اینقدر براتون جالب بود؟ خب یکیش که شعر فارسی هم جنبه دیرینه داره، حدود 1000 سال سابقه شعر فارسی هست که هنوز برای مردم امروز ایران قابل فهمه. یعنی ما شاید به زبان فرانسه از 600-700 سال قبل متونی بتونیم پیدا بکنیم، ولی این متون اگر امروز تقریبا ترجمهش نکنیم قابل فهم نیست. اون وقت این شعر نه فقط در کتاب بوده، بلکه میشه گفت در خون ایرانی هاست و هر حتی آدم های نسبتا کم سواد یا اصلا کسانی که مدرسه نرفته بودن همه یه تیکه‌ای از شعر حافظ یا سعدی حفظ بودن و یک زبان عادی بود براشون. چی حالا میخوام بکشم. حالا بکشی. تو ببین مثلا هر 7-8 دقیقه یه بار یه تلکو قشنگ بشی. یه تلکو اصلا برایشون دست بگیرم به چهار تا. نه زیاد میشه من چیز. آره ولی چون ببین میخوام اینو بعد مونتاژ کنم رو فیلم ویدیو کامل که بعد حرفا تکون نداشته باشه. باشه. بعد پرده بکشی بعد این پرده بکشی. حالا وارد عرصه دیدگاهات رو مثلا به ایران میخوام خواهیم شد. ولی واقعا علت این که علاقه به فرانسه رو به زبان فارسی و ایران شناسی رو دولت فرانسه، کشور فرانسه، ملت فرانسه چی می‌بینیم؟ بعد از انقلاب تنها انجمن ایران شناسی خارجی است که در ایران هنوز داره کار میکنه، ولی بقیه تعطیل شدن یا حتی کورس‌های استادی زبان فارسی در انگلیس تعطیل شد خیلی‌هاش، ولی فرانسه هنوز این علاقه رو نگه داشته به ایران. این چرا هست؟ ببینید به طور کلی فعالیت‌های شهرشناسان نسبت به ایران خیلی کم شد و علاقه که حتی در فرانسه نسبت به فرهنگ ایران هست بعد از انقلاب کمتر شد، به خاطر اینکه دسترسی به خود کشور نبود و متاسفانه اسم ایران تقریبا داشت منفی میشد و اثر خیلی بدی روی رشته ایران شناسی در دانشگاه گذاشته. فعالیت‌های خود فرانسویان در ایران خیلی کم شد بعد از انقلاب. مثلا ما یه هیئت باستانشناسی بزرگی داشتیم که هر سال حدود 6 ماه در سال در شهر شوش در خوزستان فعالیت‌های حرفه‌ای باستانشناسی داشتن و بودجه عظیمی دولت فرانسه برای اینا می‌دادن. سابقه زیادی هم در ایران داشت. این فرانسوی‌ها اولین کشوری بود که توجه به آثار باستانی ایران کرده، قبل از گیرشمن، میکنن، جورفوا و اینا، دمارگان، خیلی ها برای سابقه خیلی درخشانی داره که البته متاسفانه برای ایرانی ها میشه گفت که اغلب نتیجه های این هیئت های باستان شناسی در لوو دیده میشه تا در موزه ایران باستان، ولی از میشه گفت حدود 40 سال قبل تا به این وقت تمام آثار، یعنی خیلی قبل از انقلاب آثار کشف شده در ایران متعلق به ایران بود 100%، و اگر تک و تو به فرانسه ارسال می شد فقط برای مطالعه و برای آزمایشگاه و تحقیق بود که بعدا به ایران برگردونده می شد. حالا من در یه قسمت دیگه کار می کنم. علاقه من به ایران بعد از اسلام، به فرهنگ زنده ایرانی است و مؤسسه که الان در آن هستیم بعد از جنگ جهانی دوم تأسیس شد توسط یکی از اساتید من، آقای کاهمن، که خیلی همت کرد برای روشن کردن درخشندگی فرهنگ اسلامی ایران و فلسفه اسلامی در ایران. چون آقای کاهمن متون اسلامی منتشر میکرد اونجا از آثار به نام نویسندگان ایرانی و همه حتی در حوزه قم از آثاری که کربه منتشر میکرد استفاده میکردن، به نظر من یک جنبه مثبتی به مؤسسه ما داده بود و خلاصه میتونم بگم که حتی روش کربه که بعد از او سعی کردن ادامه بدن همیشه این بود که
تنها اینجا کار نکنی کار و همیشه همکاران ایرانی داشت که باش متون قدیم مثلا منتشر میکرد یا آثار کلاسیک ادبیات فارسی رو منتشر میکردن. همسال دکتر محمد معین مثلا که از برجسته ترین دانشمندان ایران معاصر هستن، حدود 30 سال قبل فوت کردن، و دکتر معین که زبانشناس بود و اهل ادب و ادبیات بود خیلی با کربن همکاری نزدیک داشته. حالا به خاطر شاید این روش و به خاطر جنبه اسلامی کارهای کربن، هرچند که تطبیق نمیکنه با اسلام سیاسی که بعد از انقلاب اینجا پیاده شد، به خاطر این شاید با نظر مثبت به کار انجمن ما دیده نگاه کردن و به ما اجازه فعالیت بعد از انقلاب داده شد. خب این نکته که هستش خیلی عذر میخوام، ببخشید من جام خیلی بد بود. خواستم بگم که یک زمانی مؤسسه ما دچار مشکل واقع شد. آن زمان جنگ ایران و عراق بود، به خصوص زمانی که فرانسه سیاست دشمنانه نسبت به ایران شروع کرده و کمک مستقیم به صدام کرد. به طور رسمی مؤسسه ما اون موقع بسته شد، ولی به طور عملی فعالیتش رو ادامه داد و تقریبا همه راضی بودن که ادامه بدن. هم کتاب‌های انجمن ما در ایران موقع باز منتشر میشد و فعالیت‌های خیلی کمتری داشتیم البته، ولی باز هیچ کس مانع به طور قطعی از فعالیت‌های ما نشد. بنده در همون زمان البته در سال 62 اگه اشتباه نکنم در ایران بودم برای یه مدتی و یادم هست که مطبوعات بودن نسبت به فرانسه خیلی، سیاست فرانسه خیلی بدبین بودن، ولی هیچ وقت در برخوردهایی که با دوستان ایرانی داشتن و همکاران دانشگاهی اینا داشتن هیچ وقت احساس دشمنی یا خشونت یا موقعیت ناجور نکرد. همیشه با حسن نیت با من رفتار شد. خب این نکته جالبی از فقط نظر فرهنگی بشه اشاره بکنیم که بین ملت و دولت خیلی بین ایران و فرانسه فرق هست. یعنی ملت و دولت جفت این کشورها خیلی با هم تفاوت دارن. ملت ها خیلی رابطهشون رو با هم خوب حفظ کردن توی این مدت بدون این توجه به مسئله سیاسی که وجود داشته، و این نکته خیلی جالبی هست. شما شاید با چشم خوشبینی نگاه میکنید به خاطر اینکه بالاخره تبلیغات سیاسی اثری میذاره. بله. و میشه گفت که در فرانسه تصوری که از فرهنگ ایرانی هست خیلی فرق کرده بعد از انقلاب. یعنی قبل از انقلاب میدونیم تمام شکوه کاذبی که دور شاه و اینا بوده، مثلا اون جشن‌های تخت جمشید و این چیزا اثر میذاشت. یعنی مردم ساده تصور میکردن که ایران یک کشور تخیلیه که مثلا در آن ثروت اینقدر زیاده که مثلا زیر پای مردم هست، ریخته میشه و از این چیزا. و تصوری که بعد از انقلاب توسط رسانه های گروهی به مردم ما داده شد کاملا برعکس بود و مردم الان اگر اسم ایران به کار ببریم فقط به فکر تعصب مذهبی و زنان مظلوم و خشونت سیاسی و اینا هستن تا به فکر این که خب بالاخره این چه کشوری است که بحث سیاسی هست یا و آزادی های نسبی اینجا بیشتر رو به پیشرفته تا به رکود و از این چیز.
یعنی کسانی که میرن میبینن مثلا توریست هایی که میان میشه گفت که 90 درصدشون خیلی راضی هست و میگن ایران اصلا این نیست که تلویزیون به ماشون میده از این لحاظ با اینکه من شخصا دشمن توریسم هستم و فکر میکنم که توریست ها فقط یک دید خیلی سطحی از کشور میتونن به دست بیارن ولی بالاخره کسانی که میان میبینن که ایرانی ها دشمن نیستن خیلی اتفاقا خارجی دوستن میشه گفت بله بسیار این نکته هستش حالا شما علاقه فرانسه رو رسید این قضیه چی میدونید از این طرف خب ما صحبت در مورد علاقه ایران کردیم که انجمن باز بشه فعالیت بکنه از اون طرف هم خب دولت فرانسه داره مقدار زیادی هزینه میکنه اینجا و در ایران پس این نشون دهنده علاقه‌مندی در خود سیستم فرهنگی فرانسه نسبت به ایران هست حالا چه حالا دوور باشه چه اون مؤسسه که در پاریس داره فعالیت میکنه که زبان فارسی تدریس میکنه چه اینجا اینو چی میبینید ببینید مشکل ساده نیست اینو بگم پرستیژ یک کشور بزرگ اینه که گاهی اوقات کارهایی که هیچ بازده مستقیم نداره ازش حمایت بکنه مثلا یک نقاشی هست کار هنری انجام میده ازش آثار میخرن که فقط بگن بعدن که این پادشاه یا این رئیس جمهور یا این وزیر به آثار هنری زمان خودش توجه میکرد و تشویق میکرد فرهنگ ایرانی که تقریبا میشه گفت از زمان صفویه فرانسویه باش برخورد داشتن تأثیر گذاشته روی فرهنگ ما، روی ادب ما، روی حتی فلسفه ما و کسانی که به این پی میبرن متوجه شدن که در کشورهای اسلامی نفوذ ادبیات فارسی فرهنگ ایران خیلی زیاده از این لحاظ در دانشگاه های ما اگر فارسی تدریس نشه یه چیزی کم میشه میدونیم ممکنه از لحاظ اقتصادی هیچ اهمیتی نداشته باشه یعنی کسی که میاد در ایران میخواد کار تجارت یا صنعتی و فنی و اینا انجام بده حتی برای شرکت نفت کار بکنه حتی اینجا یک مدتی زندگی بکنه شاید احتیاج به زبان فارسی هم نداشته باشه به انگلیسی یا فرانسه کارش رو انجام میده و برمیگرده ولی کسانی که توجه میکنن که یکی از فرهنگ‌های درخشان دنیا در تاریخ تمدن‌های بزرگ فرهنگ ایرانی هست و زبان و ادبیات فارسی هست نمیتونه توجه به اهمیت کرسی زبان فارسی نکنه و باید بودجه بذاره و این به نظر من پرستیژ کشور فرانسه است که از این حمایت بکنه تعداد دانشجویانی که پیش من درس میخونن خیلی کمه نسبت به همکارانی که مثلا انگلیسی یا آلمانی یا تاریخ یا ادبیات یا زبانشناسی درس میدن من مثلا برای 10-15 نفر دانشجو چقدر نیروی کار بسیج میکنم استاد و کمک تدریسی و حق ساعتی و اینا استخدام میکنم به چی؟ که 10 نفر، 15 نفر بهشون درس بدیم تازه در این 15 نفر الان اغلبشون ایرانی اصلن که در فرانسه زندگی میکنن بدونید از لحاظ منطقی تطبیق نمیکنه یعنی آدم نمیتونه توجیه کنه ولی از لحاظ اینکه یک سیاست فرهنگیه چرا؟ این خیلی مهم همینطور که مثلا فرض بکنیم من زبان یونانی یا لاتین در دبیرستان خوندم فکر میکنم که هر کی میخواد از فرهنگ خاورمیانه اطلاع داشته باشه باید حتما یک شناختی از فارسی و از ادبیات فارسی داشته باشه بله که تصور خیلی براشون مفید نباشه شما بعد از انقلاب دید مردم فرانسه رو نسبت به شهر و ایران و به خصوص به تحولاتی که در ایران از لحاظ فرهنگی بوده به خصوص حالا میشه گفت خود کشور ایران چه میبینید اصلا به طور کل دارم میگم یک نفر فرانسوی یا اگه آدم نرمالی باشه نسبت به این وقت چه فکری داره نسبت به این قسمت از دنیا نسبت به خاورمیانه چه دیدی داره چی میدونه چی نمیدونه گفتم بهتون نه منفیه منفیه
یک پیش قضاوت منفی داره به خاطر این همه تبلیغاتی که شده. حالا یک نمونه میتونیم بیاریم. مثلا وقتی عراق علیه ایران حمله کرد، آیا نمیدونم مردم فرانسه بسیج شدن، خواستن کمک کنن، طرف مظلوم رو بگیرن؟ نه. به خاطر اینکه بالاخره قبول شده بود که ایران دشمن غرب، درسته موقع گروگان ها هنوز اینجا بودن، اوضاع خیلی بد بود از این لحاظ، نمیشد با نگاه مثبت نگاه کرد. کسی که میگفت دولت انقلابی ایران با ما میخواد دوست بشه بهش میخندید. از این لحاظ میدونید آمادگی مردم برای اینکه ایران رو بهتر بشناسن محدوده. یعنی باید حتما این جنبه تبلیغاتی رو در نظر بگیریم. خب 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 نکته مهمی که الان پیش اومده اینجا این هستش که حالا این تصویر به وجود اومده در اروپا مردم این فکر رو دارن. شما که در ایران زندگی کردین میکنم بعض مردم ما بگید که ما در مورد اروپایی چی فکر میکنیم. حالا من نمام که خیلی چیزا بودم، ولی شما که در مثلا در خاک ایران زندگی کردین مثلا مردم در فرانسه دیدیشون چیه؟ مردم مثلا به زندگی مردم در غرب چیه؟ چون برنامه فرانسه‌شناسی هستش، اون رو شما چجور برداشت کردیم؟ اون کسی که اینجا زندگی میکنه از تجربیاتتون در ایران ما بگید. ببینی اول از تجربه خودم خودتون اصلا خود تو صحبت منی که زمان انقلاب اینجا زندگی میکردم هر وقت به فرانسه برمیگشتم خودم تعجب میکردم از بعضی چیزا. خب یکی جنبه های منفی تمدن غربی بود که تجارت تقریبا همه جا رو گرفته، تصویر زن لخت مثلا برای استفاده تجارتی خیلی چیزی زشته. یعنی هر انسانی که بخواد یک کمی فکر بکنه میفهمه که این یک نوع بردگیه در واقع. حالا ممکنه زیاده روی از اون و برای پوشش زنان و اینا قابل قبول نباشه، ولی از اون طرف زیاده روی هست. ثروت زیادی که مثلا توی جوامع غربی هست و به طور ناعادلانه در میان مردم بخش شده و مورد استفاده قرار گرفت، اونم میدونین یک چیزیست که آدم نمیتونه قبول بکنه. حالا میتونیم بگیم در جامعه ایران هم نابرابری اقتصادی زیاده، یعنی آدم های خیلی ثروتمند هست و فقر و بدبختی اقتصادی اینجا خیلی زیاده دیده میشه، ولی خب ما که دوچار مسائل حاد سیاسی نیستیم چرا بیشتر به این توجه، به این مسائل اجتماعی توجه نکنیم؟ از لحاظ دیگه میدونی خیلی آدم از ایران به غرب برمیگرده، یه چیزهایی هست که باید گفت در غرب خیلی آسودتره برای زندگی، به خصوص زندگی در شهر. رفت و آمد آسان، شهر احساس میکنیم که بالاخره با وجود تمام نابسامانی هایی که در غرب هست ولی یک حداقل شهرسازی هستش. وقتی یه جایی میخوان ساختمان بسازن اول برای رساندن آب و برق و ایگو و تلفن و این چیزا تمام تدابیر رو در نظر میگیرن و جاده و مترو و اتوبوس و اینا، یعنی امکان نداره که جایی بسازن که مترو نتونه درد مردم رو جواب بده. یعنی باید حتما ما اینجا متاسفانه برای رفت و آمد سال به سال که من اینجا بیدم سخت دارم میشه، مثلا آلودگی هوا اون چیز رو البته همه جا مشکل هستش. یعنی آلودگی هوا در شهرهای بزرگ اروپا خیلی زیاده، ولی خب تا یه حدی جواب میدن، ماشین ها الان مرتب تر خیلی کنترل میشه، میاد یه توجه بیشتری به کیفیت زندگی، به راحتی زندگی میشه.
خیلی مهم هستش. توی دو سه سال اخیر بعد از اینکه انتخابات ریاست جمهوری جدید بشه و آقای خاتمی انتخاب شده به ریاست جمهوری که این بحث گفتگوی توجه‌ها یه بحث جالبی هست و مطرح کردن، در فرانسه چه تغییری حاصل شده؟ تغییری حاصل شده؟ مردم این نکته رو گرفتن؟ آیا دولت نظرش نظری که ما به ایران داریم؟ بله، نظر مردم به ایران خیلی عوض شد. ولی خیلی عوض شد و میشه گفت که وقتی اخبار خاورمیانه میشنویم و مقایسه میکنیم وضع ایران با بعضی از کشورهای این منطقه، اینکه انتخاباتی باشه و اکثریت دست کسانی میفته که جزء دستگاه قبلی نبودن، اینکه مردم بتونن نظرهای مخالف ابراز بکنن، تمام این چیزها چرا در نظر گرفته میشه و با نگاه مثبت بهش دیده میشه. یک نقطه دیگری میخواستم بهتون بگم که شاید در ایران به این نحو قابل درک نباشه، ولی وجود یک سینمای هنری بله. که اینجا خیلی زنده است و از لحاظ کیفیت و از لحاظ هنری خیلی بالا است و جایزه های زیادی در فستیوال ها در جشنواره های رب به دست بردن، این مورد تعجب فرانسه بود است. و البته نمیتونم بگم که فیلم هایی که جایزه میگیرن در فرانسه اولین فیلم هایی است که مردم میرن به امریکا سینما ها، ولی گاهی در سینما های عادی نشون داده میشه و مردم تعجب میکنن از خود این فیلم ها و از کیفیت زندگی روزمره در این فیلم ها دیده میشه. اغلب فیلم هایی است که در خلال زندگی مردم هایی شده. گاهی هم میشه گفت که به خاطر این میرن این فیلم ها رو ببینن که میگن مثلا مظلومیت زن ایرانی در این نرس میشه. مثلا خیلی در این مورد بحث ببخشید آقای دکتر، مثلا اخیراً فیلم تخت سیاه رو نشون دادن یا زمانی برای مستی اسفار توی پاریس یه سینما دو سینما این فیلم رو نمایش دادن. من خواهد بدونم که این فیلم یه فیلمیه که ما هم که میریم میبینیم به عنوان یک ایرانی خیلی برامون واقعا خب قابل درک هست، ولی واقعا تالا ندید، یعنی اصل فرهنگ ما اینطور نیست، شاید یک اقلیتی اینطور باشه. آیا غربی ها فرانسوی ها با دیدن این فیلم ها تصورشون در مورد ایران و به هر حال کشور تاریخی و کشور با تمدن و با فرهنگ و اینا تغییر میکنه، یا اینکه پی میبرن که این مشکلات هم در ایران هست هم در اروپا هست هم در همه جا هست؟ میشه گفت هر دو. میدونن مردم که خب تخت سیاه در کردستان برگزار شد و فیلم یک زن جوانیه، اونم میدونی یک موضوع هست برد. یک زن تازه جوان چون فیلمی بتونه بسازه خودش یک پدیده است. پیام این فیلم و بعضی از نمایه هایی که در فیلم هست برای ما مورد توجه هست و فکر نمی کنم که مردم ایران رو اینطوری که در این فیلم هست تصور کنند. منطقه کوهستان دهنشین که تازه فارسی هم توش صحبت میشه. نه فکر نمی کنم. ولی فیلم های دیگه ای هست که بیشتر به زندگی عادی ایرانی ها می پردازه. فیلم های مثلا آقای کیارستمی، محمد باف، فیلم های اخیراً فیلم دایره در فرانسه نشون شد که فکر نمی کنم در ایران نشون شد. مشکل داره هر وقت پخش بشه. دیدم سینما ایران اتفاقا رو چه خوبی کارو اشاره کردم. ببینید تمام فیلم هایی که از ایران رفته اونجا و جایزه گرفتن در این جشنواره ها یه خیلی سینمای ایران واقعا پیشرفت کرده. چه در مورد توجه هست که سینمای ایران تبدیل به سینمای مؤلف شده، تبدیل به سینمای شده که از رو هنری قابل مطرح کردن. ولی اون گروهی که در اونجا میرن مطرح میشن تو سینما ها مطرح در پاریس هم بگیر ازش طرفداری میشه و مردم میرن در سینما ها نگاه میکنن. تو ایران میره به جشنواره کن جایزه میگیره، میره جشنواره اوینیون جایزه میگیره یا برای برلین، یه نگاه خاصی به ایران دارن و نگاه خوبی نیست به ایران.
یعنی نگاه فیلمایی که در اونجا میرن جایزه میگیرن و خیلی در غرب مورد توجه واقع میشه، نگاهی هستش که با دید فقر به ایران نگاه میکنه یا منفی به فرهنگ ایران نگاه میکنه، یا فتوریکون خیلی در سطوح روستاها و سطوح خیلی پایین اجتماعی ایران تهیه میشه. در حالی که یه سری فیلمایی دیگه که مردم اینجا خیلی جالب، این فیلمایی که اونجا میرن جایزه میگیرن در تهران خیلی تماشاگر ندارن. یعنی ماها زیاد خوشمون نمیاد که بدون فیلم وارد، فقط به خاطر اینکه جایزه گرفت، جایزه گرفتن مشتاق میشیم ببینیم چی بوده. چی بوده. ولی فیلمای خیلی دیگه جالبی از تهران و زندگی مردم هست، شهرستان‌ها هست، در مورد زندگی نرمال ایرانی‌ها هست که اصلا اونجا مطرح نمیشه، روش مانور نمیدن اصلا. و اون بیشتر به ماهاشریه چند درصد مردم در ایران هنوز روستاش نشینن، یا چقدر مردم مشکلات اون کردستان رو دارن، واقعا چند درصد مردم اونطوری هستن که میره اونطور دقیق دوربین میره میخواد موشکافی بکنه مشکلات در بیاره. و احساس میکنم خورده هنوز اون پدیده منفی‌گری نسبت به ایران و شرق به طور کل وجود داره توی این فیلم ها، چون این مقدار نظر اروپایی ها رو تعمیل میکنه بیشتر بهش برابار میدن که برشه رو تمام فیلم ها دایره زمان برای بستی افکار، تخت سیاه، طعم گیلاس، زیر درخونه زیتون، همش بدبختی رو تصور داره، بدبختی رو به شکل زیبایی نشون میده، طبیعت فوق العاده زیبا، رنگ خدا مثلا، یه حالتی که انگار همه جا بی پناهن، بیچارن، ولی خب طبیعت زیباست، خدا هست، مردم اعتقاداتشون دارن، ولی خب واقعا زندگی ایران خیلی نیست. ما خیلی ماشینی تر از این حرفا شدیم و بعد البته این نظام مشکل بده که مثلا قالو دیگه هوای تهران خب میگه بخشاله که اون در دنیا است، ولی چقدر در مورد مثلا در مورد زندگی دانشجو در ایران فیلم تهیه شده؟ هیچ. در مورد زندگی اولا می‌خواستم بهتون بگم که آیا باید فیلم ایرانی تصویر دقیق از جنوب ایرانی نشون بده؟ نه. نه، چیکیش. ببینیم مثلا طعم گیلاس که شما فرمودین یک پیام‌های توش هست، یک بافت گفتار توش هست که خودش جالبه، یعنی از لحاظ فکری و مفهوم و اینا خیلی جالبه. و فرض بکنیم مثلا شعر نظامی راجب جامعه خود وقت نظامی زیاد به ما اطلاع نمیده، ولی یک پیامی توش هست و یک داستانی است که معنی داره. حتی امروز که این شعر میخونیم بعد از 700 سال باز برای ما معنی داره. شاید فیلم طعم گیلاس بعد از الان نمیدونم 700 سال باز این فیلم ها رو نشون میدن، ولی هنوز یه معنی داشته باشه که ممکنه فیلم های ماجراهای کشت و کشتار و اینا مردم بعد از این خسته بشن، زیاد معنی پیدا نمی کنه. مسئله دیگه که هست، اگر رقابت فیلم های هولیوود در ایران می بود شاید امکان ساختن فیلم‌های معرفی به قول شما نبود، به خاطر اینکه خب مردم بالاخره درسته که گرایش به فیلم‌های ساده‌تری داره، حتی در فرانسه ما اتفاقا مشکلی که فیلمبرداران یعنی فیلمسازان فرانسه دارن این است که رقابت تجارتی فیلم‌های آمریکایی خیلی بیشتر، بودجه خیلی بیشتری به کار می‌برن و تبلیغات بیشتر میکنن، گاهی اوقات با کیفیت نسبتاً پایین توجه رسانه ها رو گروهی را جلب میکنن و مردم اول به فیلم های اینا امریکایی بیزن ساده میشه و در هسته. یعنی اگه ایران بتونه باز چند سال این سیاست رو حفظ بکنه بالاخره مردم توسط تلویزیون ماهواره و ویدیو و اینا فیلم های امریکایی هم نگاه میکنه، یعنی اینقدر بسته نیست محیط. ولی به نظر من اثری که این سیاست فعلی داره مثبته. خب رو سینمای هنر ایران اصلا مثبت داره، اما باز هم نکته اول حرفش درسته که چرا در غرب اینقدر به این مدل فیلم های ایران توجه میشه و به فیلم های دیگه ایرانی زیاد توجه نمیشه؟ من فکر کنم هنوز دید سیاسی منفی خیلی قوی وجود داره. نه ببینید، یک نگاه شاعرانه به واقعیت، به حقیقت، به دنیا در این فیلم ها هست که در فیلم های امریکایی اصلا نیست. و شاید این نگاه شاعرانه، این نگاه هنری در سینما فعلی غرب مورد احتیاج باشه، یعنی
یک چیزیست که لازمه حیاتش رو ادامه بده و لازمه که ما بهش توجه بکنیم. یعنی شاید بیشتر جنبه ارادتی داشته باشه که جایزه میدن. میخوان که سینما فقط سینما هالیوود نباشه. یک سیاست استراتژی سینماست. میخوان که این سینمای ایران هم بمونه. ما در فرانسه از اون کارگردان‌های سینما داشتیم که تقریباً فیلم‌های هنری اینطوری می‌ساختن. ولی روز به روز کمتر می‌شد. این توانایی رقابت بود. در همه به نتیجه می‌رسیم که این وسط در اصل مسئله ایران نیست. بلکه مسئله سیاست بین‌المللی است که برای اینجور فستیوال‌ها اجرا می‌شه که سینمای خاص هنری رو در دنیا حفظ کنند. بر ضد سینمای هالیوود و آمریکا. فکر می‌کنم. البته از جاهای دیگه هم هست. از اروپای شرقی هم هست. گاهی از امریکای لاتین هم هست، فیلم های عجیبی بار میاد، ولی در ایران فکر میکنم که کیفیت فنی فیلم هم خوبه. از این لحاظ ایرادی نیست، میدونید ایرادی نیست. فیلم کلوزاپ که نگاه بکنید، اونم یک مسائل خاصی توی فیلم ها هست، واقعیت با فیکسیون با تخیل آمیخته است و این خودش یک پیام. نمیتونیم بگیم که اینجا واقعیت تمام میشه، اینجا تخیل و شعر آمیخته بخواهد. باز این نکته جالبه دیگه پیش بود مسئله خالی بود. یک عنوان یک کتابی از گوته میخوام بگیرم، دیختونگ و واحد، شعر و حقیقت. و شاید این سینمای ایرانی هر دو رو تونسته با هم نگه داره. خیلی جالبه. از من دکتر خیلی جالبی که همتیم بحث شما در مورده میرسید که پس در خود فرانسه هم دوستان دیگر من گفت بودم ما این مسئله دیدیم به ما تهاجم فرهنگی، یعنی در خود اروپا هم به صورت فرهنگ امریکا گارد میگیرن مقداری یا فرانسوی ها بخصوص فرانسوی ها. نه ما فرانسوی ها نقاط مشترک زیادی با شما داریم از لحاظ دفاع از هویت در برابر یک فرهنگ دنیوی جوانی. تا حدود 50 سال پیش زبان بین المللی اول در دنیا فرانسه بود. در ایران که فقط فرانسه افتاده می شود. من بچه که بودم، 52 سال بود. بچه که بودم یادم نقشه کره زمین که نگاه می کردیم، یک سومش تقریبا با رنگ صورتی رنگ شده بود که نشون میداد این مستعمرات فرانسه است، امپراتوری فرانسه است. اینجا فرانسه حرف زده میشه، در مدارس اونجا زبان فرانسه تدریس میشه و ما یک کمی تکبر بیش از حد داشتیم، کاذبی داشتیم که ما تقریبا اولین کشور دنیا هستیم. خیلی احمقانه بود این از لحاظ اقتصادی اونا تدبیر نمی‌کرد و یکی بعد از دیگری مستعمرات رو از دست دادیم که خیلی خوشحالم که البته این سیاست قرن 19 رو اینطوری تمام کردیم. البته برای ما خیلی سنگین بود برنامه‌اش، ولی لااقل فهمیدیم که این سلطه جهانی تمام شد و خب در چارچوب کشور کوچیک خودمون الان یک حمله‌های فرهنگی زیادی میشه، به خصوص حمله زبان انگلیسی روی زبان خودمون در داخل کشور خودمون. روزنامه نگارای فرانسوی وقتی صحبت میکنن گفتارشون آمیخته با لغتها و اصطلاحات انگلیسی است که خیلی زشته. حالا همین مرض رو در ایران داریم چون و میدونید بعضی ها اونایی که به زبان فارسی علاقه دارن مبارزه میکنن، سعی میکنن که زبان پاک و فصیح و سره صحبت بکنم و متاسفانه باید این مبارزه رو همیشه ادامه بکنم. در هر جایی که نگاه بکنید نفوذ این زبان با اینترنت که شدیده، با سینما شدیده، با تلویزیون و رسانه های گروهی که هیچی، الان با ماهواره و تمام وسایل ارتباط جمعی شما میبینید که داریم بریده میشیم از زبان و فرهنگ امریکایی. اگه مبارزه نکنیم
به نظر من تمام دنیا یک خفگی احساس خواهد کرد. باید حتما این فضاهای مختلف نگه دارید. باید این وظیفه باید. نقطه مشابهی که داریم، یعنی فرهنگ ایران سابق در تمام کشورهای اسلامی پخش بود، در تمام عرب‌ها یک کمی فارسی یاد می‌گرفتن که یعنی جزء فرهنگ عیانی شده بود. در عثمانیه که اصل زبان فارسی اول بود، هنوز شواهدی داریم از ایرانیانی که می‌رفتن استانبول تا حدود 100 سال پیش در استانبول سخنرانی به زبان فارسی می‌کردن، عثمانی هم گوش می‌دادن. می‌دونید زبان فارسی در بوسنی مثلا، بوسنی شاعران فارسی زبان داریم، کسانی که حافظ و سعدی تفسیر می‌کردن، سودی مثلا، سودی بوسنی، اهل بوسنی. در آسیای مرکزی، در هند زبان فارسی خیلی گسترده بود. امروز زبان فارسی کجا صحبت میشه؟ حتی در تمام ایران میشه گفت فارسی فهمیده نمیشه، چه برسه به خارج از ایران. روز به روز کمتر میشه، ولی یک ارث خیلی ارزشمندی به دستتون رسید که باید حتما ازش حفاظت بکنید و باید اینو زنده نگه دارید. البته متاسفانه اونقدر که به هر حال شما منظورتون هست، الان واقعا به نظر من نسل جوان و حتی دانشگاهیان اینا به این مسئله زیاد توجهی نمی‌کنه و به قول فرمایش شما همه دوست دارن که حتی زبان ما رو با زبان انگلیسی قاطی کنن. من خودم خیلی مخالف این داستانم، ولی بعضی وقتا دیگه مصطلح شد، مثلا یه چیزایی آدم شاید درست نباشه ولی میگن آمیخته میشه. متاسفانه این هست. ولی خب حالا بحث فرهنگ امریکا هنوز برای من خیلی جالبه. این مثلا احساس میکنم که شده کل اروپاییه با حتی انگلیسا و خیلی جالبه از انگلستان خیلی در مقابل این فرهنگ خود چه مقاومت نشون میده. فرهنگ امریکایی چی هست که اینقدر همه در مقابلش مقاومت نشون میدن؟ از ایران حمله میکنن بهش، از اروپا حمله میکنن، تو فرانسه بسیار حساسن بهش. سینمای هالیوودی رو اونایی که تابلو انتلکتوئل و حالا لغت انگلیسی استفاده کردن، روشن فکر هستن، اینا خیلی حساسن، خیلی بد میدونن. حتی من در فرانسوی اشکال نداره. فرانسوی اشکال نداره. حالا اینترکشنش من کلمات فرانسوی خیلی کم میکنم. نه بله کاملا. شما فارسی بهتر از من. این دیگه ازش که الان واضحه برام معلوم شد. من خیلی اینقدر احترام و علاقه به زبان فارسی دارم، جرأت نمیکنم اینو آمیخته با یه زبان دیگه بکنم. ولی شما اینقدر قشنگ صحبت میکنید که به قول فرانسوی ها سپابقه درست بگم. واقعا جنبه ضد امریکایی فرانسه ریشه دیرینه داره و میشه گفت که دوگل که یکی از بزرگترین سیاستمداران فرانسه بود در قرن 20، دوگل این احساسات ضد امریکایی رو در فرانسه تشویق می‌کرد و دوگل دلخور بود از امریکایی‌ها، به خصوص زمان جنگ جهانی دوم که امریکایی‌ها خیلی دیر پا شدن برای کمک علیه آلمان و بعداً وقتی فرانسه رو آزاد کردن، امریکایی‌ها می‌خواستن به عنوان ناجی فرانسه شناخته بشن که اونم صحت نداشت. فرانسوی‌ها خودشون نهضت مقاومت داشتن و ارتش‌هایی که از لندن یا از افریقا شمالی تشکیل شده بود و اومدن همراه امریکایی‌ها برای آزادی فرانسه. ولی می‌دونید تمام سیاست‌ها باعث شد که امریکایی‌ها توسط سازمان نظامی اوتان ناتو یک سلطه نظامی هم در اروپا برپا کردن و در فرانسه پایگاه داشتن و دوگل بود که این پایگاه‌های امریکایی را از فرانسه بیرون برد. هنوز برای عملیات‌های نظامی که در اروپا انجام می‌گیره امریکایی‌ها حاضر نیستن که نقش مهمی به افسران اروپایی بدن. در جنگ‌های یوگسلاوی مثلا خیلی مسئله حادی بین امریکایی‌ها و سایر همپیمانانشون. خیلی ممنون.
خیلی جالبه. الان به بحث سیاسی پرداختیم که من نمیخواستم در روی فیلم شما میتونم که اینو قلب بکنم. نه سیاسی بین‌الملل هست، سیاسی بین کشورها. نه رو بکی اگه بخواهیم میتونم همه در قطعش بکنم. من از اون سیاسی بین‌المللی البته، نه سیاسی بین کشورها بلو. بحث این هستش که الان سیاست دنیا بالاخره سیاستی هستش که فرهنگ امریکا فرهنگ غالب داره در دنیا میشه و سیاست امریکا هم داره این قضیه رو تقویت میکنه پشت این رابطه هستش. ولی احساس میکنم که اروپایی هم در مقابل تفوق سیاسی امریکا دارن مقاومت میکنن، هم در مقابل تفوق فرهنگیش. میشه گفت که فرانسه بیش از سایر کشورهای اروپایی مقاومت میکنه برای این نفوذ امریکا، به خاطر اینکه جاهای دیگه شما عنوان کردیم که در انگلیس مردم کمی حالت دفاعی پیدا کردن ولی نسبت به فرانسه خیلی کمتر. در آلمان هم همینطور. آمریکایی شدن فرهنگ آلمانی اصلا خیلی زیاده، خیلی اندازه زیادی پیدا کرده. در فرانسه البته مکدونالد و از این چیزا هست ولی دیدین که یکی بلند شد و اعتراض کرد و نهضت زیادی پشتش بیدار شده از مردمی که اینو نمیخواد اصلا و مقاومت بکنه. خیلی جالبه. من میخوام وقت شما رو خیلی نگیرم. چرا مکدونالد چرا مظهر فرهنگ امریکا و هر چی میخوام امریکا مبارزه کنم سراغ همبرگر میرن در حالی که فرهنگ غذاست. در حالی که امریکایی خیلی جدی تر زندگی میکنه. یکی از همکاران ما در دانشگاه پاریس در حال خسرو خاور چند سال پیش مقاله خیلی جالبی راجع به اتفاقا غذا و مد غذا در ایران نوشته و اشاره کرد به اینکه مثلا اینجا موبیدیک و مکدونالد اینجا باز کردن، این چیزا باز کردن که فقط ظاهر غذی است، یعنی گوشتی که میدن گوشت بیمزه است و نون خیلی بیماری، یعنی ناجور و اینا و هیچ نه از لحاظ کیفیت نه از لحاظ ظاهر حتی اگه خوب نگاه بکنیم شباهت زیادی با این مکدونالد های امریکایی داره. ما مکدونالد واقعی در فرانسه داریم و باید بگم که من تنفر دارم از این مکدونالد، نه اینکه بگم هیچ وقت مکدونالد نرفتم، گاهی با پسرم رفتم با دیگران رفتن، امریکا که بودم برای دیدن این چیه مکدونالد چیه هست رفتن، ولی تصور این که در تمام دنیا، در ژاپن، در روسیه، در چین، در ایران، در فرانسه، در امریکای لاتین غذا یکسان خورده بشه با مزه تعیین شده در یک مطبخ امریکا و با مواد یکسان شده، حالا ممکنه سیب زمینیش در فرانسه عمل بیاد، ممکنه گوشت گاو فرانسوی اونجا به هم به صورت همبرگر در بیارن، ولی الگوی این غذا، نحو دادن این غذا، بی چجوری بگم عدم مقاومت این غذا زیر دندان مردم، یعنی همش شله، همش برای این ساخته شد که شما راحت تر بخورید، مزه کاذبی داشته باشه و بیشتر، یعنی یه جذابیت خیلی بد کاذب و بی مزه بی هویت بی نمک، نمیدونم یه خیلی چیزا کم داره. فقط تصور این برای من دردناک، یعنی من دوست دارم در ایران غذای اصیل ایرانی بخورم، چلو کباب بخورم. شما هزار تا غذای اصیل خوشمزه دارید، خوشمزه ترین غذاهای دنیا اینجا دارید، چون چرا این غذاها رو نخورید؟ پلوها، دلمه ها، نمیدونم هزار نوع خورشت و آب گوشت و اینا دارید، چرا اینا رو نخورید؟ خب چرا نمیخورن؟ چرا در دنیا اینقدر به مکنون علاقه نشون میدن؟ فکر میکنم که مردم دنیا مسئله تجارتیه، نه یک الگو هست، فقط خیال این که وقتی شما میرین در به اصطلاح مکدونالد تهران، خیال این که شاید یک بار در فرهنگ تمدن بزرگ امریکا گذاشتیم، اصلا این خیلی زشته، خیلی چرا؟ بده. آدم فقط با ماده زندگی نمی کنه، با تصور زندگی نمی کنه. بله خب. و این جزء تصور. و تصور خوبی که دارن. من از این که تصور کاذب اینقدر زیباست که اینها رو جذب می کنه. چرا تصور امریکا اینقدر زیباست؟
ببینید شما اگه خود امریکا رفتید چیزهایی خیلی بهتر از مکدونالد در امریکا هست، ولی از لحاظ تجارتی مکدونالد موفق شد. یه چیز خیلی ساده با تبلیغ خیلی ماهرانه تونسته به همه بخورونه و این به نظر من یعنی ما نباید بولشو بخوریم، یعنی باید واقعا خود فرهنگ امریکایی ادبیات غنی داره، دانشگاه‌ها بسیار پیشرفته‌ای دارن از لحاظ علمی، پیشرفته گذشته از جنبه زورگویی که در جامعه امریکایی هست، اعدام افراد بیگناه در دادگاه‌هاشون و اینا، گذشته از این انسانیت هم زیاد دارن، توجه به مذهب و معنویات و اینا زیاد دارن. جامعه امریکا پیچیده است، ولی به بدترین معرفی جامعه امریکا یکیش مکدونالد، یکیش دیسنیلند یا اوگو دیسنی یا این چیزای افتضاحی تپسی هست. مثلا چرا اینجا شما تو چرا کبابی میرین میگن نوشابه میخوان، همش باید حتما نوشابه امریکایی باشه بدن، من خیلی بدن میرم. حالا شراب که نمیتونن بدن لاغت دور یا آب بدن، آب خدا یا آب مدنی، شما آب مدنی خیلی خوبی داری، چرا این نمیدن؟ من دیگه خسته تون میکنم. خواهش کنم نه شما رو خسته کردم. من پارسال همین موقع پاریس بودم و خیلی جالب بود، حالا بحث شاید یه ذره خارج بشه، ولی توی دیزنیلند بله خیلی میگم من تا رسیدم رفتم مکدونالد روز دوم و سومم رفتم دیزنیلند و یه آقایی رو دیدم که این اومد به من گفت شما از اسپانیا اومدین؟ گفتم نه. گفت کجایی هستی؟ گفتم من ایرانیم. بعد خیلی جالب به انگلیسی هم صحبت میکرد. این آقای مثلا حدود 54-5 برگشت گفت پس شما فارسی بلدی؟ فارسی شنیدم؟ گفتم آره. و شروع کرد و من فارسی حرف زدم. فرانسوی؟ فرانسوی. و خیلی جالب بود که این آقا، حالا من نمیگم به خیلی تسلط داشت به خوبی شما، ولی به زبان فارسی خیلی تسلط داشت، به زبان انگلیسی خیلی تسلط داشت و من باهاش یه بحث همین رو شروع کردم که چی شد که فارسی صحبت میکنی؟ همسر ایرانی داشتی؟ دوست ایرانی داشتی و اینا؟ یا دم محله اون کلیسای منمخت و اون جایی که اون هنرمندا هستن و نقاشی میکشن و اینا؟ خیلی از علاقه اونجا خوبی منطقه توریستیه، ولی خوب خیلی از این هنرمندهایی که اونجا بودن فارسی به خوبی صحبت میکردن و من البته شاید تصور غلطی هم باشه، ولی فکر میکنم که خیلی علاقمند هستن فرانسوی ها به یادگیری زبان ما، یعنی یک تفکری دارن راجع به فرهنگ ایران. من فکر کنم که حبایی روشن فکرشون هم من شاید تصورم این تصور غلطی، ولی اگر انگلیسی صحبت میکنن که خیلی هم باز این یه درصدی من گرفتم، میگم مثلا افراد بالای 50 سال بهتر صحبت میکنن، بین 30 تا 50 سال خیلی هاشون میتونن بگم خیلی درصدش کمه برای انگلیسی صحبت کردن، و مثلا زیر 30 سال جوانایی که الان دانشجو هستن و محصل هستن و اینا خوب صحبت میکنن، ولی اونم من فکر کنم که مجبور بودن زبان انگلیسی رو یاد بگیرن، ولی علاقه ای که نمیخوام بگم خیلی درصدش خیلی متفاوته با هم، ولی علاقه من اینایی که فارسی صحبت میکردن علاقه من بودن به یادگیری زبان فارسی. به نظر شما این علاقه برنمیگرده به دیدی که از فرهنگ ایران داشتن؟ من اشخاصی که شما در پاریس دیدین ندیدم، نمیدونم کیا هستن و تا چه حد به زبان فارسی علاقه داشتیم. شاگردایی که شما داشتیم در زمینه، حالا ببینید به طور کلی در فرانسه توجه به فرهنگ ایرانی هست، نمیتونیم بگیم نیست، هست و مردم میدونن که ایران زبان و ادبیات فارسی با کشورهای عربی یا ترکی یا با ترکیه یا با پاکستان و شبه‌قاره هند فرق میکنه و آثاری که از ایران به وجود اومد از زمان باستان اخامنشی و اینا تا به این ور
کم نیست که مردم آشنایی دارن دیر از دیر دیر هستی و کسانی هستن من حتی میشناسم کسانی که خیلی خوب فارسی میدونن در فرانسه یک بار بیشتر ایران نیومدن یا اصلا ایران نیومدن علاقه به خوندن زبان فارسی دارن به خوندن شعر فارسی دارن به نظر من جالبتره تا کسی که فقط میخواد چند تا کلمه صحبت بکنه البته اونم هست کسانی که به هر زبانی علاقه پیدا میکنن میرن کلاسشو میبینن یا با اهالی اون کشور صحبت میکنن که یاد میگیرن ولی کسانی که فارسی به خاطر خوندن شعر یاد میگیرن و به خاطر توجه به فرهنگ دیرینه این کشور زبان یاد میگیرن باز هستن خوشبختانه این افتخار ملت ماست و من مثلا یک نمونه میتونم عنوان کنم یکی از دوستانم البته اون انقدر زبان میدونه که حد نداره ولی از زبانهای باستان شروع کرده یونانی و لاتین و اینا و وقتی ادبیات ایتالیایی میخوند به خصوص آثار دانته متوجه شد که بعضی از ریشه های داستانهایی که در دیوین یا کومیدیا هست از فرهنگ خاورمیانه سرچشمه میگیره و به خصوص از فرهنگ ایرانی و رفته زبان پهلوی خونده زبان فارسی خونده عربی هم خونده میدونی توجه به این مسائل داره مثلا یه دوست دیگه ای دارم که اون البته به دلایلی بیشتر به افغانستان قبلا سفر میکرده ولی انقدر علاقه به زبان فارسی داره با اینکه خودش امریکایی الاصل هست که اخیراً کتاب هفت پیکر نظامی رو به فرانسه ترجمه کرد ترجمه بسیار زیبا با حدود 300 صفحه تفسیر و مقدمه برای معرفی نظامی و ادبیات استقبال از این کتاب چطور بوده خوب بوده خیلی عالی است خیلی عالی است خوشبختانه و امیدوارم که از این نمونه بیشتر باشم البته من خودم تأسف می‌خورم که چرا توسط ترجمه بیشتر با این ادبیات آشنا میشن و چرا نمیاد پیش من فارسی یاد بگیرم ولی خب یک ابتدای امر باید باشه و اگر از طریق ترجمه متوجه میشن که فرهنگ خیلی غنی است ممکنه علاقه به یاد گرفتن زبان پیدا کنه. من فکر دیگه تمام وقت مصاحبه تمام نمی کنم بچه ها دیدم شده یه خورده آخرین سوالی که اول اینکه نظرتون در مورد به طور کل ایران تو این چند سال چی برداشت خیلی کوتاه و اینکه موسیقی ایران خیلی در فرانسه طرفدار پیدا کرده و این موسیقی سنتی ایران که اونجا میره مثلا در سالن اونجا میگیرن و گروه هایی که از ایران میرن بلیط ها معمولا بوک میشه شلوغ میشه خیلی ها شرکت اغلب ایرانی ها و اغلب ایرانی ها ولی فرانسوی هم خیلی بله شده هست و حالا نمیدونم شاید هم نباشه من بحث این موسیقی ایران در اونجا چقدر الان در فرانسه فکر میکنه جا پیدا کرده اولا باید بگم که یک هموطن من هست که شروع کرده به خود به با روش‌های علمی به معرفی موسیقی ایران در غرب ژان بیورینگ اینجا سالها زندگی می‌کرد و فارسی خیلی خوب تکلم می‌کنه و الان در آسیای مرکزی بیشتر کار می‌کنه ولی اصل کارش در ایران بود و با موسیقی ایران کار داشته صفحه‌های موسیقی زیادی در فرانسه منتشر کرد موسیقی اصیل ایرانی و نه فقط موسیقی کلاسیک ایرانی که در کنسرت ها اینا اجرا میشه بلکه حتی موسیقی مردمی که در شهرستان ها اینا اجرا میشه و جنبه گایورات برای شفای مریضا اینا اجرا میکنه ژان دورین کمک کرد برای وارد ساختن این سنت موسیقی ایرانی در
فرهنگ ما و در رادیو فرانسه پخش میشد بارها. بودن یک جامعه ایرانی نسبتاً زیادی، یعنی نسبت به قبل از انقلاب در شهرهای اروپایی، باعث میشه که وقتی یک هنرمند موسیقی ایرانی میاد در فرانسه استقبال میشه و سر و صدا میکنه و موسیقیش مورد توجه قرار میگیره. و به نظر من بودن این جامعه مهاجر ایجاد یک اثر خیلی مثبت کرده برای غنی کردن گفتگو تمدن ها. خاتمی که فکر میکنم استرهای خوبیه، البته قبل از آقای خاتمی هم به کار برده میشه، ایشان اونو مطرح کردن. موسیقی ایرانی الان تدریس میشه در دانشگاه های فرانسه به عنوان یک الگوی، یک سنت آلمانه موسیقی. و من حرفای زیادی در این مورد نمیتونم بگم جز این که شاید روز به روز توجه بیشتری به این موسیقی در فرانسه هست. خیلی متشکرم از اینکه وقت میذارید. من چرت و پرت گفتم، امیدوارم که 42 دقیقه شاید خط نکنید. راست اگه صحبت خاصی دارین میتونید مطرح کنید. چیزی بده خاصی ندارم، منتظرم که در فرانسه حتما شما رو اشتباه زیارت میکنم، خدمتون میام. خیلی هم متشکر و ممنون. اونجایی امیدوارم که گرمون خوش نشه این چیزی بده. باشی بخواهیم. زد کردیم. پایی میشه. بعد باید این کاشو میخواهیم. اون خاموش هم خواهیم. حال من الان تو پاریس مشغول تأثیر موسیقی. خاموش. داشت میگیره برسته ایمان بکنه. بله. علم موسیقی. پیانیسته و در اکول نورمال پاریس آتارت کوخته اونجا درس میخونه و خیلی جالبه که داره شهر قطعش نه خصوصی من جای دیگه اش لازم دارم داره دش شاگردای فرانسوی اونجا آهنگای محلی ایرانی یاد خیلی استقبال میکنه، یعنی علاقه نشون میده. و من خودم ببینید، خودم 30 سال قبل 30 و خورده سال قبل در وقتی دانشجو بودم توی گروه کور شرکت میکردم که یک دوست ایرانی اونجا پیدا کرده بودیم که آهنگ‌های سنتی ایران رو برای ما آرمونیزه کرده و ما اینا رو اجرا می‌کردیم. و تا این گروه کو به ایران سفر کرده. اینجا دو سه تا برنامه داشتیم. موقع زمان شاه امکان پذیر بود. چند سال زرف کردیم؟ مورد نداره، مورد خصوصی خودم. نه در میاریم اینا شما. شما زندان میندازم. نه من تجربه جدیدیه بعدم شما تو خاطرات هم نه شما فیلم باشم خورداد من تلویزیون پخش میشه خواهید خب بخواه اینا رو خاموش بکنیم فقط پایین که میریم رو تاریخ شدیگه نمیشه فیلم گره
همینجا پاریس میشه باشه هنوز درست remain seated on the aircraft as the cockpit stop and the doors are opened. On behalf of this crew, I wish you a pleasant stay in Paris. Thank you and goodbye.
اینجا خانه فرهنگ ایرانه در پاریس. ما اینجا یه شب بودیم، البته آقای دهباشی 7-8 روز بود. بر روی زمین جاش خوبه انصافا، حداقلش که دستشوی همومش خوبه. دستشوی همون خوب در پاریس چیز کمیاب. بکلایتش کجا؟ خودش هم همین داره. اوه 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 الله صبح خیر. احوال حال شما خوبه؟ خوبی شما؟ یه فیلم پشت صحنه مونه، یه فیلم جلوی صحنه داریم، یه فیلم پشت صحنه. چه فیلم میگیرید؟ من چون تو جایی برنامه نیستی؟ گروهی که از صدا و سیما برای تهیه فیلم اومدیم؟ نه بابا، فکرم دوستان شاید بهتون گفته باشن در مورد دارین؟ مدیریت نگاه کن تو رو خود خانه فرهنگ ایران چه شکلیه، چقدر به هم ریختی. کجا روشن میشه؟ یعنی صبح ها ولی نوهه، چه تاریکه. بهتر شد فرنگ توجه فرنگی یه قاشق در وسط سالون نظم و ترتیب ماشاءالله عالی، حرف نداره. از خونه که فیلم بگیرم که دیگه آبروریزیه. کثیف خدا خدا چه تاریکی در صورت میشه؟ بهتره که از فیلم نگیره پشت صحنه است.
من میخوام در کافه وای درجه یک میگرفته بهتر بود، کافه قطار تجربه به مسیر مادرید چیز کنیم. به به خانم جایش چی میشه؟ آره برمش خواست کنم دقیقه رو همون رو گرفتم. تکونش خیلیه، صداش هم خیلیه، ولی صدا که نه برمش تکونش خیلیه، سرعتش هم خیلیه، صدا اشتباه کرد. بسیار تکنولوژی جالبی و لالا این چی که صافت زیرش بکلایت داره. دیمیت های بنده است که آیا ایروسن خان من خفه کرد از درست گفت تهران یه دونه ایت برازه یه من بگه دستم خیلی به ایت خوبیه از دیل یکم تو بهتره باشی فقط یک هفته دو دونه من بزداره این چیز هستش که ایشون هر دفعه انگار که تمام رخت نمونش رو جمع کنه تفانه رو بفرد هم جمع کنه شبت که تو ایش نمیشه میکروفون ها؟ حساسیت های بیمورد نشون میده؟ حساسیت بیموردی هستش که این دردخت میکنه تمام هشت گرفتی من بزنیم میکروفون بخرم میرو بده اشکال نداره آخرش اینه که سرنوشت همه زیر خاکه خسته چی بخونی تو؟ سرنوشت تو یه نفر که زیر خاکه قبل از میکروفون اسپانیایی باشه امروز باعث شدش که ما از قطار جا میموندیم اتفاقا دقیقاً برعکس شما هم دعا بزنید که نداشت آقا سا این لحظه یادش افتاده بودش که شما تلفن رو تو رایزم ایران پیدا بکنه نمیگه ساعت کیلو بار از خودش از تهران آورده با خودش نمیگه ساعت دست اون کارگو برمی‌داشتین که وسایل امیر حسین خان رو جابجا بکنین خیلی کرده میخواد اینجا زندگی بکنه 50 تا پیرن و 707 تا شلوار و 17 نوع کمربند مختلف رو اون مردم شیک باشه خب آره نمیگه که خوش ساعت دستش نیست نه بدونه وقت و زمان در مملکت جهان نذاشته چه یونسکو ساعت بخرم نمیگه چرا ساعت جا گذاشته آخه نزدیکو با خمپاره دنبالمون کردن هم با ضد هوایی دارن میزنن همون شروب بازگاهی مدل نسیج سارالله دانشگاه آزاد خیلی خب این دفعه اگه امنیت مشکلی پیش اومد وقت بهت میخندم امنیت بای اینجور که ما داریم جمع میزنیم به سیستم اینجا جا ندارم ملت بشین قضاش رو بخورن اگه اون سه تا خانم بدتر کی بلند شدن از پشت اون میز قشن میشه مثل آدم رفت نشسته تا میز اشغال کردن حرف نشه مانا مانا صداش اینجوری نیست آقای برمکی امروز باز کردن اینو صبحانه خریدن صبحانه نهار شام حالا البته نهار باهاش دو سه تا بسته هستش باهاش برای خودش از این نوشابه ها خریده برای من آب مظلومیت کارگردان در جمهوری فرانسه است نبینم زیاد از سر کار گرده ما نمیدونیم که بالاخره باید کجا از این قطار پیاده شیم بردو یا ایقان یا ایران صبح ما تماس گرفتیم با آقای جعفر گونزالس که اسم خیلی جالب و پر کنتراستی داره در گرانادا داریم میریم مادرید که امشب رو بمونیم از همونجا وسایل همونی که گذاشتیم بلافاصله راه میفتیم همین امشب میریم گرانادا نه خیر آقا چند میخواد برای من هفت در نمیدارم سند کتبی میگیرم پس فردا صبح خیلی خب فردا شب میریم گرانادا پس فردا شب کی پا میشه تو مسافرت میره پس فردا صبح فردا شب میریم گرانادا و اونجا این آقای جعفر گونزالس هستش امیر حسین خیلی نگران هستش که این چقدر میخواد با ما پولش رو حساب بکنه میخواد مجانی بگیره یا چقدر میخواد حساب بکنه پول مول نمیدیم به کسی در تمام این مدت به من نق زده که چرا من نرفتم سازمان فرهنگ و ارتباطات یا دفتری تو خارج از کشور بگیریم یکی از گردنهای دولت محترم ایران رو هم به ما دو تا واگذار بکنه تا خارج از کشور حالا
همش داره توصیه میکنه از این کار رو بکنه، تو میگه به قرار خدمت به مردم و مملکت. بله بله، خب حالا دیگه کیست که ندارم کورش اونه که دروغ میگه. خب هر شبت که همین روزهای خوبی رو در فرانسه داشتیم، نمیدونم از جهت برنامه سازی چی عذاب در بیاد. امیر حسین داره من تقریبا دق میده، اگه یه موقع من نامه نتونستم به داد ستانه محترم اسپانیا بنویسم یا ایتالیا در اتوبا که مسئولیت مرگم بود بشه، کسی هستش این یک سنده که خلاصه منو کشت. من دارم اتاست این خورد تقریبا شبه اعترافات مرافع، تقریبا شبه اعترافات مرافعی. اینه خوبه بگو این شاله با ما خود یه قصر قدیمی دیگه، طرف قشنگتره، یه مثل که به سمت این بر که داریم میریم قشنگتر داره میشه فرانسه. بله جنوب فرانسه زیباست. بله جنوب فرانسه هم قشنگه. بر ترتیب دراز سند تاریخی عرض میکنم که ما پس فردا صبح میریم گرانده. حالا ایشون میتونه خودشون اینجا بکشن، بعد اینکه اجازه رو میدیم بهشون بکشن. جای خوبیه ما 13 بدم نشین باشه چپن بابا زیاد زبونم نشیم که اینجور به فرانسه نیم ساعت دیگه هنوز راه داریم، از اون نیم ساعت فرصت استفاده میکنم یه فیلم کلی از قشنگ همش داره هم میگه که آخه این چهار سفر بسیجی هستش، بعد یه میلیون دلار میگرفتیم مثل آقاها اولم شدیم. بله پا چی؟ همه دیگه اسم ایران اینجا خراب میکنیم، یه گدایی میم گدایی میریم، انتظار داریم بمونه احترام هم بزن خود فرانسه یه برای گدن فرانگش آدم میکشن. خب مهدر بهتری. بعد خودم مظلوم واقعی که اینقدر برزد برزد انگوش کنید تزش هم چیده بگم رو تزش انگوش خیلی چند وقت واسه این تز کفتی رو خوردم، ما رو کشت این با این تزش. این شیشش خیلی کثیفه، کینکس هم شیشش رو نمیده میکنم. اوه زده آدم شلختم داده بعد بیشتر کثیفه. بعد ایشون هرچی میفتم ما تکسیب میکنیم به خاطر اینکه ایشون غرب زده شده تحت تاثیر تبلیغات استکبار جهانی قرار گرفته اینجا و این تفره بودن دهن پیش زدیم با فرد پس فردا صبح بریم گرون از آنشون بعد دارم ایتاشو بکلایت روشن کردی؟ به خاطر اینکه پشت من روشن بود حسابی میکنم بکلایت شده یه دومونه ویدیو این بکلایت داره، یه دومونه دیوی کم آش خالی شما خواهد نداره خودتون رو بکنشید دکمش اینجا داره ملت بکلایت دارم به سفر بعد با این فیلم میگیرن هوا ما نسن دیگه، به جای تراکتور هم اینا از چیز استفاده میکنن، از خیش و گاو و هن و من ثابت میکنم که به همه ویدیوی تو مسخره فیلم به تو فیلم بهتر در میگنن مسابقه بتونیم بزنیم خیلی قریبی نیستیم و دوازده و نیمه صد دفعه تاله از زنی که برسیدم که ما کجا باید پیاده شیم میگیم برده حالا یا تو برده ما مفقود الاثر میشیم یا که راه پیدا میکنیم و بالاخره به ایران یا ایران آخر از اسمش چیه و ایرونه دقیقا ایرون نوشته میشه مرز اسپانی و احمد جمع نظریم شخ زدن گاف ها در گاف هم نداره تو کی شخ میزنه مکانیزه هست آن گاف ها رو میخورن خیلی مهمه تمدن در فرانسه یکیم چرا خود روشن کردی اون برای بعد اینکه در این قطعه پشتی ما اول نشتیم تو اون و همه داشت سیگار میشه رو خفه بشنیم بعد میگیم بعد روی یکی از این چیزا خانه داره از نرده میره بالا خانوم های صحرا نورد و صخره نورد در همه جا حضور دارد در هر سن و سالی شما صاحب اومد نه این آدم محترمی هده هم ببخشید بعد دکتر بوده بینی که تو باید بهش پیچه دی توجه که چی بگذارم خانوم هر دیدی حواست پرد شد آها ببینید هفت درمون رو میزه هفت برامون در میارن اینجا جاره به خانم محترم نیا کنه دفته پاش کشتر سندری شفته بالا حالا برگشت پایین مولا کسی که در اینجا قطار سبب شد آدمه خیلی محترمی نیست این واقعیت تاریخیه جهد سبت 600 فرانک در پاریس شما بتونید بین پست چلو کباب میل کنید با یکی بتون ما 200 فرانک بیشتر دادیم یعنی که چلو کباب نصفی داریم باش بریم اسپانیا شما دست چرا کرد پرو؟ یعنی یه گروه، یه گروه چرا کرد مثلا چهار نفر آدم پس اینجا پول اگه شما در تهران با پول چهار تا چرا کرد بتونید بیاد یعنی کشور برید کشور دیگه واقعا تبریک میگم کشورشون فسقلی هستن خب کشورش دیگه فسقل هم دیگه نیم وجه کشور حالا پول دو کشور نزدیک میده آیا از ابوظبی میشه رفته دوحه با 400 فرانک فیلم نکنه قدر هم بیشتر میشه تازه مملکت های انرژی هم نفت داریم نباید اقدر گروه باشه رفته آمد اینجا میده
که رفتم. باشه دیگه الان مانیفست حزب تو دیگه نمیخواد بگی. بس سه تموم شد. میخواد من در جهت طرف نمایند نکنم. بس چه خوش آدم میگیره تو این. آره تو این. تو جلال خوش آدم میگیره. خاموش کن. ته. آی آی رستوران قطار بیچاره شدم. آی آی آی. آقا برات نمیشه نمیشه صاف وایسه. آقا بیا زیرت میکنم بغل بغل چه. اوپس. اولالا نمیشه صاف وایسه. آقا میکشه به کنار. چی داره اینجا؟ خوشمزه است. چی منظری؟ شما بکلایت بخواد. خیلی خوبه.